سرخط خبرها و مهمترین ها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان کجاست؟ ریگستانی: مقاومت زنده است و طالبان جنایتکار بر سرزمین آزادگان پنجشیر. بازداشت چند جوان پنجشیری در کابل توسط طالبان. رژیم طالبان در آستانه فروپاشی. و یک خبر جالب درباره بسم الله محمدی و تاج محمد جاهد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. دفتر مطبوعاتی جبهه مقاومت تاکید دارد که رهبر مقاومت افغانستان در جای امن قرار دارد. با گزارش اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی جبهه مقاومت افغانستان اعلام کرد که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان در جای امن به سر می‌برد. در نوشته تویترین جبهه آمده است عامر صاحب احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان در جای امن به سر می‌برد و نیروهای قهرمان در نقاط صعب العبور با مقاومت علیه تجاوز طالبان مزدور که افراد بیگناه را مورد شکنجه قرار می‌دهند ادامه می‌دهد. این جبهه تاکید دارد که کشتار افراد بیگناه توسط گروه طالبان نقض آشکار حقوق بشر است. قابل ذکر است که جبهه مقاومت ملی در حال از ایستادگی در برابر طالبان سخن می‌زند که تلاش‌ها برای ایجاد یک حکومت همشمول جریان دارد. در آخرین مورد، عمران خان نخست وزیر پاکستان از صحبت با تاجک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها سخن زده و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان از شمولیت گروه‌های قومی در قدرت از جمله تاجک‌ها حمایت کرده است. طالبان تاکنون در مورد سخنان جبهه مقاومت، عمران خان و امام علی رحمان واکنش رسمی نداشتند. ریگستانی: مقاومت زنده است و طالبان جنایتکار بر سرزمین آزادگان پنجشیر مسلط نخواهد شد. سالی ریگستانی، یکی از فرماندهان برجسته مقاومت ملی افغانستان، تاکید دارد که گروه طالبان افراد بیگناه را مورد شکنجه قرار می دهند. با گزارش اسپوتنیک، آماج نیوز با پیام تازه ویدئویی جبهه مقاومت ملی که در آن شمار از فرماندهان ارشد این جبهه دیده می شوند دست یافته است. در این پیام، سالی محمد ریگستانی فرمانده ارشد این جبهه از ایستادگی در برابر طالبان سخن زده و طالبان را متهم به جنایت و کشتار بیگناهان در پنجشیر نموده است. جبهه مقاومت ملی در حال از ایستادگی در برابر طالبان سخن می‌زنند که تلاش‌ها برای ایجاد یک حکومت همشمول جریان دارد. بازداشت چند جوان پنجشیری در کابل توسط طالبان. چند جوان پنجشیری توسط گروه طالبان در ولایت کابل بازداشت شدند. ویدئوی از بازداشت چند جوان پنجشیری در کابل به دست طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در این ویدیو افراد مسلح طالبان دیده می‌شوند که دو مرد جوان را دست بسته داخل صندوق پشت یک موتر و دو جوان دیگر را به همین شیوه داخل صندوق یک موتر دیگر می‌اندازند و با خود می‌برند. از دید فوزیه کوفی، طالبان نمی‌توانند افغانستان را اداره کنند. نماینده سابق مردم بدخشان در شورای ملی افغانستان می‌گوید که بدون مشارکت معنادار زنان ایجاد دولت فراگیر ممکن نیست. فوزیه کوفی رهبر جریان سیاسی موج تحول نماینده مردم بدخشان در شورای ملی و اولین زن نائب رئیس پارلمان افغانستان در تویتر خود می‌گوید که تنها رای پیشرو این است که هر زن و مرد با هم برای یک افغانستان بهتر همکاری کنند. وی گفت: پیشنهاد من به طالبان این است که مذاکره با زنان توافق بر سر همزیستی سیاسی از طریق ابزارهای دموکراتیک را روی دست بگیرند. فوزیه کوفی پیش از این گفته بود که مردم افغانستان و بخصوص زنان و کودکان در نقاط مختلف کشور در جریان جنگ‌ها متحمل خسارات و تلفات شدند. موج تحول گفته است که دولت افغانستان و گروه طالبان از تخریب تأسیسات عامه، قتل و کشتار غیر نظامیان، مجازات خودسرانه، کوچهای اجباری و ده‌ها مورد دیگر نقض حقوق بشری به گونه جدی خودداری کنند. همچنان به نقل از فیسبوک رسمی شاداب امین بگزاد،
طالبان مهمان چند روزه ان و زود به خانه های خود در پشاور برمیگردن. به نقل از تویتر بشیر احمد قاسونی، جنرال بسم الله محمدی و جنرال تاج محمد جاید در دوشنبه تاجیکستان رسیدن. شوکت بیگ، آقای نظامی باور دارد بسم الله خان اگر اراده جنگ می داشت از میدان هوایی کابل به جای دبی به پنجشیر می رفت. تحلیل و گزارش یادداشت روزنامه 8 صبح کابل ادامه اش. 2. وضعیت مالی بانک ها پس از سقوط کابل، بانک ها به صورت کامل تعطیل شد. در چند روز پایانی حکومت اشرف غنی مردم به بانک ها هجوم بردند و سپرده ها و پسنداز هایشان را بیرون کردند. تعداد هم که موفق نشدند اکنون در تقلای خارج کردن پول هایشان از بانک ها هستند و همه روزه از بام تا شام صفای عریض و طویل در مقابل بانک ها تشکیل می شود. اگر این روان ادامه یابد و مردم نسبت به مسئول بودن سپرده ها و پسنداز هایشان اطمینان نیابند، بانک ها با مشکل جدی مواجه می شوند و این امر خطر سقوط نظام بانکی کشور را در پی دارد. سقوط نظام بانکی به معنای واقعی کلمه بحران مالی و اقتصادی کشور را به دنبال می آورد. برای پیشگیری از این بحران احتمالی، سران طالبان باید راه های عملی برای اطمینان دادن به مردم پیدا کنند. کشور ما یک کشور فقیر است و توان یک بحران اقتصادی و مالی دیگر را ندارد. صرافی ها، امروز در موتر با یک صراف همسفر شدم. او به شدت نگران وضعیت بود و می گفت در صرافی ها چندان پول نمانده است. بخش بزرگ از پول نقد صرافی ها را امانت مردم تامین می کرد که با سقوط دولت پیشین مردم امانتشان را پس گرفتند. اکنون حوالجات صرافی ها با مشکل برخورده است چون آنها پول در نمایندگی هایشان ندارند. این مسئله نگرانی های جدی را خلق کرده و لازم است سران طالبان برای رفع این نگرانی هم طرح های جدی و عملی روی دست گیرند و هم به مردم اطمینان بدهند. 2. فعالیت ادارات دولتی. 3 هفته می شود که عرضه خدمات دولتی به مردم وجود ندارد. هر چند تعداد از ادارات به صورت نیمه فعال به کار شروع کردند، اما ادارات بسیار مهم و ضروری بسته است و مردم و کارمندان این ادارات در نگرانی و به سرنوشتی به سر میبرند. نیاز است حداقل چند اداره ضروری بدون فوت وقت به فعالیت عادی شروع کنند. اداره ملی احصایه و ریاست پاسپورت، بخشی از مردم افغانستان تذکره چه کاغذی و چه الکترونیکی ندارند. از سوی دیگر گرفتن پاسپورت بدون تذکره ممکن نیست، از آن جایی که بخشی از مردم در کشورهای مانند هند و پاکستان تحت معالجه دوامدار هستند و در داخل امکان مداوایشان نیست. نیاز است در مورد گشایش مرزها و سرگیری پروازها هم طرح به صورت فوری ریخته و اجرایی شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.